بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت آقا امام محمد باقر که در روز گذشته بود، و تسلیت مجدد به مناسبت شهادت آقا مسلم ابن عقیل سفیر الحسین علیه السلام برای فردا. امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل هستش، پسر عم آقا سید الشهدا، سفیر آقا امام حسین علیه السلام، که با اون وضعیت که عزیزان سخنران و خدمت شما عارضم سخنگو براتون قطعا بیان کردن به چه صورت به شهادت رسیدن. و اما عزیزان دلمون دارن سعی خودشونو میکنن که انشاءالله خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن یوسفی در مشهد مقدس ارتباطمون برقرار بشه و ان شاء الله ایشون فرمایشات دیروزشون رو تکمیل بکنن و بتونیم استفاده کامل ببریم. ابتدای همه اینها از خدای تبارک و تعالی آقا سید الشهدا درخواستمون این هست که ان شاء الله تمام سلامهایی که از راه دور و نزدیک خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه در این شب و روز عرفه، امشب شب عرفه و فردا روز عرفه، تمام سلام ها و دعاهایی که می کنید به در خانه خدا و در خانه آقا سید الشهدا به هدف اجابت برسه و همگی انشاءالله حاجت روا باشید. جناب آقای یوسفی سلام علیکم و رحمت الله، عرض خیر مقدم دارم. صدای شما رو به استدیوی بین الحرمین شبکه امام حسین در کربلا. سلام علیکم رحمت الله، عرض ادب و ارادت دارم محضر سید سلامتان و ابا عبدالله الحسین. السلام یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعلت آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أهل الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين أتلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام سر بندگان عزيز وشما اینو مجريان خب متاسفانه اینترنت ضعیف هستش. آقای من صدای شما رو دارم. آقای میرخلاف زیارتتون قبول باشه حاج آقا، انشاءالله که هر چه زودتر مشرف بشید کربلا و از نزدیک خدمت آقا و سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین عرض ارادت داشته باشید در حرمشون.
بنده و بقیه بینندگان عزیزمون سراپا گوش هستیم. انشاءالله بقیه فرمایشات دیروزتون رو ادامه بدید و استفاده کنیم. بله، عرض میکردیم در مقام علمی امام باقر علیه السلام کاری که حضرت باقر العلوم کردن بقر علمی بود و بقر علمی یعنی شکافتن حقایق علمی به جوری که علم ظهور بود. در مقامات امیر المؤمنین ائمه هدات مهدیین ما خدا مهد و مقام کلی اما ریز شدن علم و و شکل تکون هر موجودی، کیفیت هر موجودی به چه شکلی تونسته وجود بگیره و برنامه‌اش چیه، هدف خلقتش چیه، نظام تعلیم و تکامل و ترقیش چیه، اینا بیان نشد. امام باقر و امام صادق از میان همه ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تمام هنرشون در این ظهور و بروز علمی بود که عرض کردیم در آیه شریفه سوره بقره اگر رافق به ملاقات گفت آدم همه چی رو میدونه، ملائکه خضوع و خشوع نمی‌کردن. ثم عرضهم علی الملائکه فقال کنی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این مقام عرضه بود که خیلی عظمت داد به کار امام علیه السلام. عرضه علم اسماء در آدم بر ملائکه باعث خضوع ملائکه شد به تمام موجودات و ملائکه به آدم حاضر شدن سجده کنند. قاعده لا اکراه فی الدین مخصوص انسان ها نیست. اینجوری نیست که فقط انسان ها لا اکراه فی الدین دارند، بلکه همه موجودات باید به میل قلبی، تقاضا و عطش دین رو و عبودیت رو و خضوع و خشوع رو بپذیرن. لذا اون عرضه علمی ثم عرضهم علی الملائکه و بعد احتجاج علمی. پس ببینیم ما سه مرحله داریم. یکی مقام خزینة العلم، ما به عالم معرفی کنیم همه علوم اینجا، انا مدینة العلم و علی بابا، پیغمبر شهر علم، این خزینه علم، علی در علم، فردوس اعلی مقامات عالی همه در ائمه هد، این کلیته. این همون مقام تعلیم، علم آدم الاسماء کلها، کلها رو دادیم، همش رو دادیم. این مقدار خضوع برای موجودات نمیاره که حاضر باشن اطاعت کنن، تسلیم باشن یا در حد سجود خضوع و خشوع بکنن. اونی که در ملائکه باعث تسلیم بشن، اون ملکوتی که اعتراض به خلقت آدم داره، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدك و نقدس لک، داشت اون ملک معترض را چنان خاضع و خاشع کرد. چی خاضع کرد؟ عرضه علمی که مقام دومی، این شکافتن علوم، این که ثابت شد به ملائکه آدم برای ایجاد هر موجودی هر اسمی لازمه میدونه. اگر اسم یا حی حیات میده، جان میده، اگر اسم یا قیوم قیمومیت میده، ایستایی میده، عالم رو سر و پا میکنه. این رو ملائکه به چش دیدن،
که آدم چطور قیومیت ایجاد میکنه، چطور جهان را استوار میکنه، ایستا میکنه، برپا میکنه. این قیومیت، ذره ذره علوم برای ایجاد هر موجودی، درخت چجوری رویش پیدا میکنه، ملائکه دیدن. چون ملائکه میتونن حضور پیدا کنن تو ریشه و رگ و آوند گیاه، گل و میوه و دانه، تکونش از درون ببینن. مثل ما از ظاهر یه چیزی نمیبینن. ملائکه میتونن ورود کنن تو ریشه و رگ و آوند و برگ و میوه. آدم به اینا نشون داد اون اسمی که من جهان رو سرسبز میکنم، ابر را باران میکنم، بارنده میکنم، رعد را به غرش در میارم، چی کار میکنم؟ این جریان الکتریسته رو در میان ابرها و تصادم بارهای مثبت و منفی رو نشون داد آدم که چطور اجرایی میکنه، حرکت رو در موجودات، در افلاک، در دورانهای خودشون، در مدارهای خودشون، چرخشهای عالم، تکون عالم. و نقطه مقابل خموشی را، قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم را، چه اسمی لازمه که آتش خاموش بشه؟ شما یا آتش نشانی خبر میکنن، آب میلیفین، آتش رو خاموش میکنین، یه وقت با اسماء الله خاموش میکنین، از جنس قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما. این نکته اساسی و مهمی است که بهش میگن بقر علمی، شکافتن اون. تازه امام باقر به ماها فرمود شماها نمیدونین حقیقت ولایت ما چیه، شما نمیتونین بفهمین که این ولایت ما یعنی چی، چطور تصرف در کائنات، در حدوث، در رویش، در کمال، در تکامل، در توسعه. این چجوری یکی میخواد شما رو ببره تو این عوالم، نشون بده خورشید چجوری به وجود میاد، این دوران منظومه شمسی، دور خورشید چجوریه، شکل اجراییش چجوریه. کاری که امام زمان در زمان ظهورش میکنه همینه، انسان را به یک لطافتی بر در سایه عبودیت و یدخلون فی دین الله افواجا فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا، در سایه تحلیل و تکبیر و تقدیس و عبودیت محض و تسلیم محض بودن، به یه لطافت معنوی و روحی میرسونه که شما را میتواند بفرستد تکون هر موجودی را بالعیان ببینید، که شما میتونه ارائه بده همون عرضه‌ای که آدم به ملائکه داشت، ثم عرضهم علی الملائکه، که ملائکه به یه معرفتی از مقام علمی آدم رسیدن که اظهار عجز کردن، اظهار جهل کردن، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. و همیشه علم و ظهور علمی و نمایش علوم که تقاضا در طرف مقابل ایجاد. شما وقتی در مطبه پروفسور دکتر قهاری که به راحتی شما را در چند دقیقه معالجه میکنه، دردت از بدنت بیرون میکشه، راحتت کنه، میفرستدت به خانه، این تماشای علم این پروفسور چنان شما را خاضع میکنه که دستشه که میبوسی هیچ، نسخشه که بیچون و چرا عمل میکنی هیچ، هدیه براش میبری، نوکریشو میکنی، تمام عمر خادمش هستی، حاضری مالت بدی، جانت بدی، حفاظت ازش بکنی، مواظبت، اون مقام به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مال. امام باقر فرقش با امیرالمومنین تو همینه. امام صادق و امام باقر این فرصت رو پیدا کردن در این فترت بین دو دولت بنی امیه و بنی العباس، بتونن این عرضه علمی و بعد اون احتجاجات علمی که اساس خضوع و خشوع مال این ظهور و بروز و عرضه علمی و احتجاجات علمی.
وقتی 4000 دانشمندی که محضر حضرت رضا حاضر شده بودند که در روایت داره این وقتی هم از آیت الله العظمى وحید سر درس این حدیث رو خوندن، طلبه هایی که در ردی اجتهاد بودن اکثرا چنان در مقابل حضرت رضا با شنیدن این حدیث خاضع شدن که اشک همینطور از هیکلشون میریخ. حدیث اینه که وقتی 4000 دانشمند رو در کاخ مأمون در اون سالن کنفرانس علمی مأمون جمع کردن، قبلا بهشون گفته شد که ما یه عالم داریم، دانشمندی داریم، شما رو دعوت کردیم برای احتجاجات علمی با او، و برای اینکه او رو خار و خفیفش کنین کسی جلوهاش بلند نشه، وقتی وارد میشه احترام نذارید، کسی پرده براش کنار نزنه، و حتی به حاجب و دربان مأمورین از حجاب و دربانها گفتن شما پرده برای حضرت رضا کنار نزنین، کفشش رو جفت نکنین، همه اینا بودن بی‌اعتنایی محض، به همه سفارش بی‌اعتنایی به حضرت رضا. وقتی اعلام شد که حضرت رضا دارن وارد باغ میشن، باغی که اون کاخ در اون باغ، گفت ناگهان این 4000 دانشمند از سراسر عالم پابرهنه دویدن رو ایوان کاخ، همه چشمشون به در که این کیه داره میاد که 4000 نفر از سراسر عالم میخوان با او احتجاج علمی کنن و او رو زمین بزنن. 4000 نفر به یک نفر، همیشه میگن نامرد نباش، یکی یکی، یکی به یکی. اینجا 4000 دانشمند جمع کردن این آقا رو بزنن زمین از نظر علمی. گفت تا حضرت رضا سوار بر اسب وارد کاخ شدن، ناگهان تمام درخت های سر به فلک کشیده باغ در مقابل حضرت رضا به خضوع و خشوع سجده کردن حضرت رضا، و یک حیرتی از مأمون، لشکریانش، مأمورین باغ، کاخ، از این 4000 دانش بودن، خدایا این کیه که تمام حیوانات تو این باغ که اونجا باغ پرندگان داشت، باغ نمیدونم وحش داشت، یه جوری بود که سر و صدای اینها نمیگذاشت کسی صدایی بشنوه. تا حضرت رضا وارد باغ شدن یک سکوتی، حتی باد برگ درخت رو میوزی تکان میداد، سکوت بود. سکوت در حدی بود از سکوت شب بیشتر، صدای نفس همدیگر میتونستیم بشنوید، روایت تا این حده. چنان همه سکوت شدن، چنان نظام تکوین در مقابل حضرت رضا به خضوع و خشوع رفت، و همه این علما و دانشمندان به تماشا ایست. گفت حضرت رضا وارد کاخ شدن، در جایگاه خودشون که نشستن پرده خود به خود کنار رفت، موقع ورودشون کفشا جفت شد، مأمورین همه متعجب، همه به قیام کردن به احترام حضرت رضا، دی بدون اراده، با اینکه من شده بودن بی اراده قیام کردن. حضرت وقتی در جایگاه خودشون رسیدن، یک نگاهی به 4000 جمعیت کردن، با دستشون یک اشاره کردن. راوی میگه من یکی از اون 4000 بودم، حافظه هممون از ذهنمون پاک شد، به جوری که اسم خودمون و بابامون و مادرمون یادمون رفت، چنان این حافظه ها رو دیلیت کرد حضرت رضا که حتی اسم خودمون رو نمیشناختیم دیگه، چنان پاک شد تمام علوم، اصلا مثل یک اشاره که کرد همه چی پاک شد. بعد نشست به بقیه اشاره کرد بنشین، وقتی نشست مدتی طول کشید، دوباره حضرت یک اشاره کردن، ما اسممون تازه یادمون آمد، علوم و دانشی که بلدیم تازه یادمون آمد. بعد یکی یکی شروع کرد احتجاج کرد، یه میگن بغر علم، تا امیر المؤمنین بود، انا مدینة العلم و علی باب، السلام علیک ایها العلم المنصور و العلم المسرور،
این بقر علمی باز تازه محدوده. امام باقر ما رو به ما فرمودن نفستون به گلوگاهتون که برسه بفهمین علم ما یعنی چی، ولایت ما یعنی چی، حقیقت ولایت ما چرا بر شما واجب شد، چطور ما میتونیم این شما را ببریم در تمام نظام این علوم و حقائق. همه اینا رو ما میتونیم، ولی اونی که امام باقر و امام صادق باز انجام دادن مسائل فقه بود، شکافتن علومی که هر یک از این علوم پایه است برای یک شهود. به شما اگه گفتن غسل جمعه رو به جا بیارین، نمیدونی غسل جمعه چه حیاتی به شما میده، تمام ارکان زندگیت زنده میکنه. کسی که غسل جمعه انجام میده موهای سرش زنده تر از موهای بقیه. کسی که غسل جمعه انجام میده بعد از مرگش بدنش نمیپوسه در قبر، حیاتش توسعه پیدا میکنه. ببینید بقر علمی یعنی دونه دونه. اگه گفتن پیغمبر فرمود انت اعجز من تارک غسل الجمعه، تو انقدر عاجزی، انقدر ضعیفی، انقدر بیچاره‌ای که از کسی که غسل جمعه رو ترک میکنه عاجزتری. چرا این رو گفتن؟ چون گفتن غسل جمعه یعنی یه مستحبش. من میگم یک دست به فقهی امام باقر و امام صادق در بقر علمی، در شکافتن علوم، یک دستورشون مثلا غسل جمعه مستحب مؤکده. ولو شده بری آب قرض کنی غسل کنی برو، ولو شده پول قرض کنی آب بخری غسل جمعه رو ترک نکنی حتما انجام بده. چرا؟ چون تو همین زندگی که داری، حیات خودت، زندگی زنت، بچه هات، نسلت، ذریت ادامه بده، پوستت رو چروکیده نمیشه، حیات پوستت بیشتر میشه، جوون میمونی. این زیبایی که به داده مال جوونی و مال حیات دیگه، زنده است این پوستت، جوونی، همین اضافه میشه. انقدر غسل جمعه است، وقت شما اینا رو باید ببینی. یه مرحله گفتن باید ایمان بیاری، عمل کنی. وقتی وادی عمل رو شروع کردی به رؤیت شهود میرسی. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض، یعنی همین، یعنی بر اساس بقر علمی این علوم رو بشکافن، دونه دونه این اعمال را به شما بگن، تمام این مستحبات، تمام این واجبات، تمام این مکروهات، تمام این محرمات، حرام ها رو پرهیز کنی. این تقوای پنجگانه ای که بهت گفتن، مثلا یک کلمه بهت گفتن قل للمؤمنین، خب متن قرآنه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. شما نمیدونی همین فروپوشی چشم از نامحرم شما رو چقدر در توسعه روزی بالا میبره، نمیدونی چقدر در عزت نفس بالا، نمیدونی چقدر محبوب القلوب میکنه، نمیدونی فرمودن آسایش به هر فروپوشی چش در این دنیا یک هورل این خدا در قیامت برات خلق میکنه، در بهش برات خلق میکنه. به هر یه باری که چشت از نامحرم بپوشی. من ببینید در بحث این بقر علمی شکافتن علوم باید دونه دونه حکم رو، این مطالبی که امام باقر گفتن یاد بگیری، بعد دونه دونه رو ایمان بیاری، عمل کنی. این ایمان آوردن و عمل کردن هم باید رو اعتماد به امامت باشی، نه رو به فلسفه احکام. ببینید الان اینجا یه لیوان آب هست، شما تشنه از در وارد میشی میای لیوان آب برداری بخوری، من میگم آقا نخور برای تو خوب نیست، نخور اینو. شما چون به من ایمان داری، منو قبول داری، میگی چش حاج آقا نمیخورم، ولو تشنه ام، جیگرم داره میسوزه نمیخورم. اما اگر من به شما بگم این لیوان آبو نخور چون مسمومه، شما دیگه رو اعتماد به من آبو نمیخورید، بلکه روی حفظ نفس
و طلب منفعت و برای اینکه مسموم نشی نمیری نمیخوری. این نخوردن که اسمش دانستن فلسفهی حلال و حرامه، این نخوردن اثری برای تکاملشان نداره، این میشه زمین. این نخوردن زمینی یا تقوای زمینی میشه. اما اگر رو اعتماد به امام باقر و امام صادق نخوری، میگه آقا جون این دانه انار، این یک دونه انار رو اگه از وسط نصفش کنن، نصفش بگن حلاله، نصفش رو شما بگین حلاله، نصفش رو بگین حرومه، من اون نصفه که شما گفتین حلاله میگم حلاله، اون نصف دیگه شه که گفتین حرومه میگم حرومه. دیگه نمیگم ای که یه دونه انار بود چرا نصفش حلال نصفش حروم، چون به شما اعتماد دارم. ایمان یعنی این، یعنی یه باوری که امام زمان را، علی عالی اعلی امیر المؤمنین علی را، بالاتر از همه محمد مصطفی خاتم النبیین رو جوری باور داشته باشی که اصلا دنبال فلسفه و علت و اینا نگردی. ما دنبال نظر پیغمبر میگردیم، ما نوکر یا آقایی، ما عبدشیم. ببین ملائکه چجور در مقابل آدم خاضع شدن وقتی اون مقام عرضه علمی رو دیدن، ثم عرضهم علی الملائکه، و بعد اون احتجاج علمی رو درش شکست خوردن. چجور خاضع شدن، گفتن دیگه این آدم هر چی بگه، اگه بگه اسم یا قیوم برای که زندگی ما استوار بشه ما قبول نمیگیم چرا، اگر بگه اسم یا حی در میان علم آدم الاسماء کلها برای اینه که هر چیزی زنده بشه، من پوستم اگه پیر شدم چروکیده شده، یا حی رو بگم پوستم زنده میشه، پوستم جوان میشه. خدا انشالله به شما خیر بده، خدا برکت بده. اینقدر شیوا صحبت میکنید که من اصلا وقت میان برنامه و اینکه شما یه نفسی بتونید تازه بکنید از دستم رفت. اگر اجازه بدید یه میان برنامه کوتاه ببینیم و با هم باز دوباره در خدمتتون هستیم. ممنون، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. از نان بیننده یه میان برنامه کوتاه با هم بگیریم و برگرد. Oh,
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. واقعا این شاعر و این مداح خوش‌ذوق که اذن زیارت اربعین و محرم رو از آقا امام رضا قطعا به خاطر همسایگی، به خاطر به قول معروف همشهری بودن، به خاطر همکشوری بودن با آقا امام رضا این تقاضا رو دارن و خوشا به سعادتشون که برای رسیدن به درب خانه آقا امام حسین از درب خانه آقا امام رضا علیه السلام شروع میکنن. و بنده هم خودم بارها عرض کردم هر اون چه که دارم و حتی اقامت هم در کربلا رو از آقا امام رضا علیه السلام دارم. انشالله آقا امام رضا عنایت میکنن جواز همه عاشقانشون نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا رو امضا میکنن، لااقل برای عزاداری و ایام ماه محرم در کربلا و زیارت اربعین در مشایه رو انشالله نصیب و قسمت همه عزیزان بکنه. عزیز دلمون هم جناب آقای یوسفی هم انشالله هر چه زودتر مشرف بشن کربلاتون، واقعا دلمون برای ایشون تنگ شده، ایشون مرتب اینجا خدمتشون بودیم. دعای شما مستجابه انشالله. یا الله اجمعین انشالله. الان دارن می سوزن داغه مبادا خود انشالله حاجت رو باشید. این همون معنایی که اگر ولایت حقیقت فقر شکستن علوم عرضه علمی انسان رو به یک اصلاحیت برسون تسلیم بشه که بعد یک عشقی که انسانها به وجود هر پرچم امام هست نامی از نامها هر حرکتی، هر روحی که یک مناسبت منصوبه به سید شهدا هست هر شکلی اگر اینها رو وقت مقامات علمی اینها رو ترک بکنیم به این خضوع میدهست اصلا اونایی که هنگن آقا نگستیم به خاطر کنیم نبفهمن حال این عاشق که هی میگه آقا فلت کن کربلا نرو استفادیش نیست مزه نکرده مقام اعتقادی ملکوت با امام حسین از او جنسی که مادرشون با سید شهدا بازی میکرد تو گفتهای نگاه بغل گرفت و سر بختر و هی میفر اما عرفو تسل بن ما امتحود از اون حالت بیتر جنس همون جنس او جنسی که پیغمبر حسین اقل بیتر با حسین چجور معرفتی اوج معرفت بازی میکرد با امام حسین. الان امروز روز تربیت است، روزیه که امام حسین از مکه به تبریک حرکت فرمودند، حج را تبدیل به عمره فرمود و از مکه برای حفظ حرمت حریم کعبه و مکه خارج شد. ابادی مسجد الحرام چون چهل تا شخصی به دست دید از شام فرستاده بود مأمور کرد حال طواف امام حسین دو قرش دو مسجد حرام بود. حضرت برای حفظ حکومت کسی از مکه خارج شد، دست یه مجزن و بچه بکر را حالاتی که افراد افدا دارد امام حسین فردا شهادت مسلم سلام الله علیه. حالاتی که دارن نسبت به مسلم
اگر اون حاصل یه تعمی که شاید از روز تربیه خیلی از سیراب کردن تربیه یعنی سیراب کردن حجات به حسن ماه از مکه از آن آب را متوفا بار میزنند و اعراب به حجاج تشتیم روزی بوده آب بار میدنند صحرای خفاق فردا روز عرفه یا حجاب در بستن تشنه نمیدن بعد هم می آوردن صحرای منن از این جسد تربیه می کنن یعنی آر زدن آزیار چه سری بین امام آب و سیراب شدن هم چه رابطه بین اون عقیش حسین که تحس آقاست و اون که تا بالاتر از ملک مقام عرش و کرسی و بالاتر از عرش و کرسی چه تأثیر مقام آب حسین چه تأثیر این عرش امام حسین رو حالم باقا گذاشت خود خدا در هر که خواست مصیبت امام حسین روزه عتش رو خود جبرئیل فرمود برای آدم اول اون روزه عتش چه دمش خوش بود وقتی زبونش از عتش تاچ میخوره مجروح میشه وقتی هنجرت شدت عتش هر صدا نداره وقتی که نبد مصطفی حضرت دیگه اون لحظ تا آخر صداش در نمیام جوهر در صداش نداره اون اتکی که در سری در جگر مبارد اتری که اتش در چیزی حضرت دوشته بود که همین مصیبت جبرئیل در آدم ما آدم لوق و تلو و بلد قریب هم خیط هم خیط هم و براه و تلو و بلد و براه و بلد ولو ترى يا رب وهو يقول طاعة الشاه وغلة ناصرها تا اونجا خود مصیبت رو حتی لحول العتش بینه و بین السما که دخایا آدم حسین من تشنه میشه یه جوری آب بدنش خوش میشه که رو دیدهاش اثر میگذاره آتش مثل دودی جلو چشش رو میگیره چشش تار میشه آب چشمش خوش میگیره به جوری که دیگه چشمش تار میبینه اون لحظات آخر چه رابطه ای بین ترویه و اون شهید لب تشنه اونی که دو بچه تشنه جا داد ولی از خرش از اتش دیتاب رو دست بابا بیمونی
اونقدر ضعیف شد علی اصغر تا از تاب رفته بود که دیگه نمیتونست سر بلند کنه، بچه نمیتونست گردن بگیره، سرش رو شونش. وقتی قنداقش رو دست بلند کرد گردن نمیتونست بگیره از شدت تشنگی و ضعف، سرش رو شانش افتاد. فرموه به سهم زیستا شعب، فذبحوه من الورید الالورید، این حقائق را وقتی ما حتی روزه ها اصلش امام حسین نفهمیدیم، یعنی مهم نشون داده نشده، ما آتش خودمون فهمیدیم، آتش های ما قابل مقایسه با آتش علی اصغر نیست، آتش هایی که ما تو عمرمون تا حالا ولو تو بیابون گیر کردیم از آتش بیتاب شدیم، قابل مقایسه با آتش اون کسی که غرق در سلاح مثل علی اکبر می جنگید، بعد زبونش خوش شد آمد زبونش رو گذاشت تو دهن بابا که ثابت کنه دهنش چقدر خشکه و چه جور بیتاب شده از آتش. حتی گفت بابا یکم آب به من بدین، من یه نفر از سپاه عمر سعد زنده نمیذارم، فقط یکم آبم بدین، بیتاقت شدم نمیتونم بجنگم. با اون حال آتش 200 نفر رو به خاک هلاکتم در هم، در 80 نفر دیگر رو به هلاکت انداخت. و وقتی عرق کن دور تشنه میشه، وقتی خونریزی داشته باشه یه جور دیگه تشنه میشه، هم زهر هم آتش. و اینا معانیه که ماها هیچ کدوم نفهمیدیم. حاج آقا عذرخواهی میکنم، فقط 2 دقیقه دیگه وقت داریم، من شرمنده شما هستم، وسط مصیبت مجبور شدم خدمتتون عرض بکنم. متشکرم که این دنیا رو بتونیم یه اثر دوام بکنیم برای جدم حسین. من اون لحظه ازتون مصاب دارم، امام زمان از یه اشکال یه چشیشیه که با به جد سکر گرد ما معنای گریه رو نفهمید، اما امام وقتی یه جوان میفهمه این جوان چقدر حقوق میگیره، چقدر بالا میگیره، چقدر از این دل خدا میشه، چقدر در اون لحظه هر چی میخواد خدا بهش جواب میگیره. تا به اون لحظه جوانهای باقی و مثل این مدار میشه امتماس دعا گفته اما احنات رو نمت تذکرت مصابت سهیل ید او البرد، هر کس اون دهده که عشق و دهده حسین فرج من کنه، من خودم برای حوائجش دعا میکنه، پشت اون دعا من براش دعا میکنم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. همه چیزی با هم دفعی و محرم بتونید به این حقاق وادا عشق بر امام برسید. عظم البلا و برکل خفا و انکشف الغطا و تترکا و
وضاقت الارض منعت السماء وانت المصدر فاليك المشركى فعليك المعمل في الشده الرخاء اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد قل الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفنا بذلك منزلتهم ارجعنا بهم رجاء عاجلا قريبا كلمه تسلمهما يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فانكما قافيان وانصرانا فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 الأجل 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 يا الله أحسنتم طيب الله أنفاسكم خدا خيرتون بده امروز هم ما رو بردید عرفات و ترویه و بعدم آوردید کربلا انشاءالله رزق و روزی همه بکنه مشرف بشه کربلا و همچنین شما اول بردمتون پیش خود از دوست در مسلسی تا بکتار سلام الله علیه خیلی ممنونیم آج آقا بزرگواری فرمودید انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و استفاده میکنیم شما و عزیزان تنظیم میکنیم که شما تصویر هم بکنیم انشاءالله انشاءالله صداتون برای من قطع شد متاسفانه خب من خدمت شما خداحافظی میکنم از شما التماس دعا دارم و قول میدم که انشاءالله خدمت آقا سید و شهده آقا ابوالفضل العباس دعاگو و نایب و زیاره همه عزیزان که هستم دعاگو و نایب و زیاره شما هم باشم ممنونیم از شما و اما شما بینندگان عزیز با گرفتن یه میان برنامه خیلی کوتاه تا دقایق دیگه شماره تماس برنامه باز بشه شما بتونید از هر کجای این کره خاکی که هستید خدمت آقا سید و شهده سلام بدید عرض حاجت و عرض تسلیت داشته باشید به مناسبت هم شهادت فرزند بزرگوارشون آقا امام باقر و هم شهادت سفیرشون آقا مسلم ابن عقیل علیهم السلام اجمعین بریم و برگرد شکر خدا که تو هیئت تو سینه زد شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم یا حسین کرب و بلا یا حسین کرب و بلا باز ببین
جز به گریه کنان آقا.